خب قبل از اینکه ما از سخنرانان دعوت کنیم که بیان، ما میخوام که اول راجع به اینترنشنال ویمن اسپیس یه چیزی بگم. اونایی که ما رو نمیشناسن، اینترنشنال ویمن اسپیس یه گروه فمینیستیه که سال 2012 به عنوان بخشی از جنبش اعتراضی پناهنده‌ها در برلین تأسیس کرد. جنبش در اون زمان عناصری رو در بر می‌گرفت که شاخص‌های مردسالاری داشتن. تمام جایگاه‌های کلیدی از طرف مردها کنترل میشد و زنان در درجات پایین و جایگاه های پایین تری جا داشتند، یا در جایگاه حامی بودند یا در جایگاه شنونده بودند. باور به این که جنبش مهاجرین حاضر و آماده باشه که با تمام شکل های تبعیض مقابله کنه هنوز به اندازه کافی نبود. به همین دلیل زنان تصمیم گرفتند که خودشون رو سازماندهی بدن تا حقوق خودشون رو درخواست کنن و تمرکز روی بخش های داشته باشن که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته بود. به عنوان مثال سرکوب زنان، سرکوب نقد فمینیستی، اینا موضوعاتی مثل مخالفت با سکسیسم، مخالفت با نژادپرستی و پیگرد و تعقیب به دلیل جنسیت، اینا فقط چند موضوعی که ذکر می‌گرده. تعدادی از ما تصمیم گرفتیم فضایی برای زنان تهیه کنیم در مدرسه قبلی گرات هاپ منشوله که در کوتسبرگ است، تا فعالان زنان رو تشویق کنیم راجع به موضوعاتی بحث کنن که ما به عنوان زنان مهاجر، زنان پناهنده، به عنوان زنانی که چنین تجربه‌ای نداشتن به موضوعات خود بپردازیم. خیلی از ماها در چارچوب زندگی‌های خودشون می‌دونیم که زن ستیزی عمیق و ریشه‌دار در این چارچوب مردسالاری دیده می‌شد، تا ترسی رو درک کرد که بیشتر اوقات با ایده فمینیسم اصلا به فکر میاد. شیوه ما برای اینکه بتونیم با این وضعیت کنار بیاییم این بودش که زندگی خودمون رو ثبت کنیم تا مطمئن باشیم که ما در مبارزات خودمون پنهان نمی‌مونیم. 2015 کتابی منتشر کردیم به اسم با کلمات خودمون. در این کتاب 10 زن پناهنده دلایل فرار خودشون، نقد خودشون به سیستم پناهندگی آلمان، امیدها و تجربیات خودشون رو شرح دادن. هر چقدر که ولی فکر می‌کنیم که چنین کاری میتونه تاثیرگذار باشه، ولی ما نیازمند به خلق ارتباطات بیشتری با زنان دیگر هستیم. ما باید کمک بیشتری داشته باشیم و بتونیم نیروی خودمون رو در تشویق و حمایت از دانش مبارزات زنان بگذاریم. ما باید یاد بگیریم که زنان مهاجر قبل از اینکه بیان اینجا چگونه اصلا، یا اونایی که اینجا به دنیا نیومدن، اکسیون‌های سیاسی خودشون رو در دهه‌های قبلی برنامه‌ریزی و سازماندهی کردن. به همین دلیل دقیقا ما تصمیم گرفتیم که این کنفرانس رو برنامه‌ریزی کنیم و از این کنفرانس مستندسازی کنیم و فیلم و به شکل صوتی اینو ارائه بدیم. برای ما خیلی اهمیت داره که زنانی که امروز اینجا نیستن، تو این شهر نیستن، یا حتی در این کشور زندگی نمی‌کنن، امکان دسترسی به محتوای کنفرانس رو داشته باشن. ما برنامه داریم که محتوای کنفرانس رو آنلاین در اینترنت در دسترس همه قرار بدیم. ما از تجربه خودمون به عنوان زنان مهاجر می‌دونیم که زبان نباید مانعی باشه که از این دانش استفاده کنیم و بتونیم این دانش رو تقسیم کنیم و با یکدیگر و با نسل‌های بعدی بتونیم تقسیم کنیم. به همین دلیل ما هیچ ابایی نداشتیم، هیچ زحمتی برامون زیاد نبود که ترجمه همزمان برنامه‌ریزی کنیم. ما خیلی خوشحال هستیم که تیمی از مترجمان زن برای کنفرانس داریم. خیلی ممنون از اینها که اینجا هستند. من خیلی ممنون که شما هستید. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از بلاک کلکتیو که اینجا هستند و به ما کمک میکنند. من باید صادقانه بگم که تحقیقات و پژوهشات برای این کنفرانس خیلی برای من لذت بخش بود. ما زمان زیادی صرف کردیم که تمام این سخنرانان عالی رو با هم اینجا جمع کنیم. ما با هم خندیدیم. برای اینکه لذت بخش بود برای ما، برای اینکه این زنها راجع به خودشون و کارهایشون میتونستیم بخونیم، ببینیم چه سهمی در مبارزات دهه‌های پیش داشتن. برای ما لذت بخش بود که مصاحبات این زنان رو بخونیم، یا کتاباشون رو بخونیم، مقالاتی که نوشتن، یا اینکه فقط بهشون گوش بدیم. به همین اندازه برای ما مهم بودش که تیم برنامه‌ریز رو تشکیل بدیم. تلاش‌های جمعی زنانی که سهیم بودن در نقشه و طرح کنفرانس چشمه‌ای بود برای شادی ما. خیلی ممنون از تلاش های شما برای از خودگذشتگی شما.
خب من میتونستم چیزایی بیشتری بگم ولی ما میخواییم که کنفرانس رو شروع کنیم ولی قبل از اینکه ما شروع کنیم میخوام که از سپانسرهای ما از آنهایی که به ما کمک مالی کردن اولین کسی که ما ازشون تشکر میکنیم از ماما کش بنیادی فمینیستی برای زنان که هم از لحاظ روحی هم از لحاظ مالی از ما حمایت کرد. خیلی ممنونیم که به ما آزادی کامل رو دادن بتونیم ساختارهای خودمون رو خیلی خلاقانه شکل بدیم. ما خیلی خیلی زحمت داشتیم تا بتونیم توقعات کار خودمون رو اصلا بتونیم اجرا کنیم. به غیر از این از مرکز فدرال برای تعلیم و تربیت سیاسی تشکر میکنیم به خاطر اینکه اصلا این امکان رو به ما دادن. از بنیاد رضا لوکسمبورگ تشکر میکنیم، از ماسیمو پرینلی، از آمادیو آنتونیو بنیاد تشکر میکنیم، از تاهر آمیر تشکر میکنیم، از دویچه ایت سیلفه تشکر میکنیم، به غیر از این از وومن این اکسایل و لیلین رودریگز تشکر میکنیم که اصلا ما تونستیم قضا داشته باشیم. از ساوند سیسترز تشکر میکنیم، از کلکتیو بلا تشکر میکنیم، از تشکر میکنیم از تمام تیم اینترفلوکس و معلومه که تشکر میکنیم فلوت قبل، تیم فلوت قبل و از تمام تیمی که اینجا سهیم بودن تشکیل میکنن، زینا ایزین مشل، کریستین، رنات، از همه تشکر میکنیم که اصلا به ما این امکانات رو دادن و از شما تشکر میکنیم، از همه شما تشکر میکنیم که اینجا هستید. من الان میخوام که سخنانان ما رو اینجا و مجری برنامه رو معرفی کنم. معلومه که میخوام که آرورا رودا میتونه برنامه رو شروع کنه. خب خیلی تشکر میکنم از اینترنشنال وومن سپیس که ما رو دعوت کرده. خیلی ممنون که ما اینجا هستیم. من دنیس رو در ماه مای باش آشنا شدم در کل. ما اونجا زندگی میکنم. ما تریبونالی داشتیم برای NSU. مشکل به خاطر این بودش که یک گروهی تعدادی خارجی رو به قتل رسونده بودن. مسئله این بودش که علیه اونها پیگرد کیفری بشه و اونها تعقیب بشن و دنیس اونجا بود و کارش رو معرفی کرد. ما اینجوری همکاریمون رو شروع کردیم و به خاطر همینم صحبت کردیم که دلمون میخواد که کنفرانسی داشته باشیم و از ما سوال شد که آیا میخواییم که سهیم باشیم. به خاطر همین هم ما اینجا هستیم تا تو پنل اول راجع به زنان کارگر مهمان و زنان کارگر قرار دادی، یعنی که نگاه کنیم که از دید تاریخی ما چی میتونیم یاد بگیریم، ما نگاه بکنیم که تا چه حد اصلا مسئله مهاجرت برنامه ریزی و با چارچوب خاصی پیش رفته و بعد ما میخواییم ببینیم که اصلا اعمال شخصی زنان، معلومه که مردها هم در نظر میگیم، یعنی یه نگاهی بندازیم به تاریخ، نگاه کنیم که ساله 50 سالای 60 سالای 70 به شش موقعی که کارگران زن مهمان و کارگران مرد مهمان چه جور بودن، اون زمانی که تعدادی به آلمان غربی اومدن و کارگران قراردادی به آلمان شرقی اومدن. ما می‌خوایم که دوباره بازسازی کنیم که اون زمان به چه شکلی بود، یعنی که مهاجرتی بود که تنظیم شده بود، از لحاظ دولتی شکل داده شده بود. ما باید نگاه کنیم که ببینیم قراردادهای برای جذب کارگران، اون که بهش میگن قرارداد جذب کارگران در آلمان شرقی به چه شکل بود. دست راست من هستش مایفون کولات. خیلی خوشحال مایفون کولات. من خوشحال هستم که مایفون کولات اینجا هست و در کنارش فیگن ایزگین هستش. منم خوشحالم که فیگن ایزگین اینجا هست. Figen Izgin, freue ich mich auch sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. هر دو تا در برلین زندگی میکنن.
هر دو تا شماره یک نسلن، سالهای 60 به دنیا آمدن. مایفونگ به عنوان کارگر قراردادی اومد، جوان بود، اومد به آلمان شرقی، به برلین اومد. ما راجع به شما با هم صحبت میکنیم. اصلا قبل از اینکه برگردیم به سیاست جذب کارگران، به داستان کارگران مهمان، مایفونگ تو ویتنام به دنیا اومده، حدوداً 18 سالش بودش که اومد اینجا، مدرسه رو تموم کرده بود، اومد به روستوک به عنوان اول آشپز حرفه‌ای کار میکرد. اصلا نمیخواستی، تو میخواستی در از حسابدار بشی، این اصلا خواسته تو نبود. این اولین داستانی که ما با هم حرف میزنیم، یعنی اصلا انتظارات که آدم داره و بعد جوری که آدم میرسه اینجا، ولی خب تو تونستی این کار رو بکنی، تونستی به آرزوهات برسی. از طریق با بعد از اینکه تو در از مددکار اجتماعی هستی و هم از لحاظ شغلی هم داوطلبانه در بخش مهاجرت کار میکنی، مربی بخش بینافرنگی هستی و در از داری الان مثلا در کلاس هایی داری یا مثلا با پلیس هایی برخورد داری، کسانی که خودشون شکلای راسیستی داشتن و الان دارن اونا به کلاس های دایورسیتی، به کلاس های تنوع و چندگانگی میان، یعنی اونا میان تو کلاس های تو میشینن، کسانی که تو روستوک میتونستن کسایی باشن که حمله کردن. اون مربی تنوع و چندگانگی است و خودش هم تئاتر بازی میکنه، تو تئاتر گورکی بازی میکنه و به اسم تئاتر هست اطلس کمونیسم و روز 18 و 19 نوامبر برنامه داره و قراره که داستان تو اونجا تعریف کنی. این که اصلا تو چه تجربه‌ای داشتی و چی کار کردی؟ فیگین ازگینم سالای 60 بدن اومده، تو کارس به دنیا اومده، در شرق ترکیه به دنیا اومده. 1979 14 سالش بودش که به برلین اومد. پدرت اینجا بود، اون 1969 اومده بود به عنوان کارگر مهمان، دوباره برگشت. تو مدرسه های زیادی رفتی، یه مدتی استانبول بودی، بعد دوباره اومدی آلمان. 14 ساله بودی که اینجا موندی، بعد دوره متوسطه رو به پایان رسیدی، به پایان رسوندی. بعدن با تأخیر، یعنی خیلی هم جالبه که هر دوتاتون تعلیم و تربیت خوندید، یعنی و الان دانش خودتون رو به کسان دیگه منتقل میکنید. این که چطوری تونستید اصلا این راه رو برید، این که چطوری تونستید آرزواتون رو عملی کنید و الان تو با آدم هایی که بیکار هستن به عنوان مددکار اجتماعی کار میکنید، بهشون کمک میکنید در راهی که میخوام برن، در عنوان همیشه میگی به عنوان زن، به عنوان مادر، به عنوان زن مهاجر برات مهمه که علیه نژاد پرستی، علیه سرکوب اجتماعی و علیه ناپدید شدن در اجتماع، جابجایی در اجتماع، یعنی جایگاهی که زنها باید داشته باشن مبارزه میکنی و فعالیت سیاسی هم داری، در حزب لینک هستی، به غیر از این نماینده دی شورای کارگری هستیم. ما دیروز با هم صحبتی داشتیم، صحبت خیلی خوبی بود. ما هر سه تا احساس میکردیم که حرف زیادی برای هم دیگه داریم، احساس میکردیم که ما میخواستیم یک ساعت، یک ساعت و نیم با هم بشینیم، ولی چهار ساعت شد. ما دوست داشتیم که تمام مدت با هم حرف بزنیم، برای همینم این فقط یک بخش کوچیکیه، یعنی این که اصلا آدم چطور میتونه با این سیاستی که محدود کننده است، به خصوص وقتی با این نگاهی که الان از طرف سیاست به مهاجرت میشه، چطور میشه مبارزه کرد که زندگی بهتری آدم داشته باشه. من دلم میخواد در مورد تاریخ مهاجرت صحبت کنم. ازتون خواهش میکنم که فیلمو نشون بدیم، البته خیلی کوتاه، در اصل یک جمع‌بندیه، برای اینکه فقط بهتون نشون بدیم که سالهای 60 به چه شکل بود. همونجور که گفتیم، یک قرارداد
برای جذب کارگران بود. در خانواده من سالای 60 اومدن به عنوان کارگران مهمان از سیسیل ایتالیا اومدن به آلمان که قرار بود 2-3 سال بمونن، هنوز هم اینجا هستن، یعنی آخر سن نهایتا اینجا موندن. 1959 قرارداد جذب کار بین آلمان و ایتالیا باشه. معمولا تصویر کلاسیک این بودش که یک مرد بیاد، خیلی زنا هم اومدن، معمولا همیشه از این حرکت میکردن که کارگر کارگر مرد میاد، ولی زنها هم اومدن. معمولا اینجوری بودش که به عنوان خانواده میومدن، یعنی زنای یونانی میومدن، زنای اسپانیایی میومدن، زنای ترکی میومدن، بعضی وقتا هم خودشون تنها میومدن و اونها خرج خانوادهشون رو در میآوردن. اول اینجوری بودش که جذب کارگرها سخت‌تر بود از ایتالیا، به خاطر همین هم تصمیم گرفته شدش که قراردادهایی بسته بشه با اسپانیا، با یونان، با پرتغال یا با یوگسلاوی. اول سخت بود ولی در چارچوب سیاست شرق استراتژی هم بودش که قراردادی گذاشته بشه با ترکیه، به خاطر همین هم چون ترکیه توی ناتو بود و به خاطر دوران جنگ سرد تصمیمات سیاسی به این شکل گرفته شد. وقتی آدم نگاه میکنه میبینیم که جذب کارگرا برنامه ریزی شده بود، محدود شده بود، یعنی برای زمان خاصی بود و قرار این بود که اینها برگردن. یک شعری بودش که یک زن ترک گفته بود که بهترین حالت برای اینها اینجوری بودش که ما شب اصلا برگردیم ترکیه، فقط توی تو کارخونه بمونیم و اصلا ناپدید بشیم. از توی سالون کسی پرسید که اسم شعر چیه. متاسفانه اسم شعر معلوم نیست. اسم کتاب هست فرمد هایمات، سرزمین غریب، سرزمین جدید، و من میتونم بعداً این رو در اختیار شما بگذارم. و واقعاً هم اینجوری بود، یعنی واقعا یک استراتژی کاملا مشخصی واسه این بودش که این مسئله این بودش که زنها کنار گذاشته باشن. یعنی مثلا تو اعتصاب فورد به این شکل بود که زنان اعتراض کردن علیه این جذب. صحبت از این بودش که الان دیگه ما کارگر نمیخوایم، بحران نفت هستش و به خاطر ترس از غریبه، یعنی غریبه ستیزی مشکل بود. بیش از 200 اعتصاب بود، اعتصابات معروفی بود که زنها هم پیش بردن. یک اعتصاب بود پیربورگ تو نویس بود و آرومتر قرار صحبت بشه، برای اینکه این اعتصابی بود که زنها پیش می‌مردن که زنها مبارزه کردن که اون سطح درآمدی پایین رو اصلا کنار بگذارن، برای اینکه معمولا اینجور بود که حقوق زنها، یعنی زنها همیشه در بخشی کار میکردن که کمترین حقوق رو داشتن، یعنی معمولا مردان خارجی هم در بخشهایی کار میکردن که زیر مهارتشون بودش، ولی زنها در بخش حقوقی بودن که کمترین حقوقا رو می گرفتن، زیر میزان حقوق می گرفتن، اعتصاب کردن، هفته های زیادی اعتصاب کردن، یک هفته اعتراض کردن تو آگوست و اونها تونستن بسیج کنن همکاران خارجیشون رو، کارگران آلمانی رو، که این نوع حقوق کم رو بتونن اصلا حذف کنن. داراوس
یه فیلمی هست که به وجود اومده موقعی که اعتصاب شده. خیلی ها همبستگیشون رو اعلام کردن و با زنان مهاجر جنگیدن. این فقط داوید ویتنبرگ و ادیت ماچلو نویسندگان این فیلم نیستن که سهیمن. 45 دقیقه است، 49 دقیقه است، ولی ما فقط یک یا دو دقیقه شو نشون میدیم به شما. Das Licht, kann man hier das Licht ausmachen hier oben? Oder nur ein... Achso. Ein bisschen Sound. Pule bishtar, pule bishtar. Mehr Geld, mehr Geld. همین ما فقط 49 دقیقه است و تو اینترنت میتونید اینو ببینید. طولانی تر جنگ شما مبارزه شما مبارزه ما هست راجع به اعتصاب پیربورگ در سالهای 70 جذب کارگرا قطع شد. بعد آلمان غربی راه دیگه رو پیدا میکنه، یعنی کمکهایی میکردن به مهاجران به این معنی بود که برگردن به خونهشون، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. یه تعدادی برگشتن ولی خیلی ها موندن اینجا، کارهای آزاد کردن و زندگی جدیدی رو اینجا شروع کردن. وقتی به تاریخ خودمون نگاه میکنیم، وقتی که به جریان NSU نگاه میکنیم، دقیقا همون آدم ها بهشون بد حمله شد. آدم هایی که اینجا زندگی خودشون رو ساختن، آدم هایی که اینجا مغازه داشتن و با وجود این به اینها حمله های راسیستی شد، با وجود این که تو سالای 90 هم، حالا چه تو شرق چه تو غرب، مثلا تو روستوک لیشتن لیشتنهاگن، تو مولن، تو هویرزویده حملات راسیستی شد، ولی آدم ها اینجا موندن. این مهمه که ما یاد بگیریم، ما واستیم کنار هم باشیم، همبستگی داشته باشیم و علیه نژاد پرستی در آلمان بجنگیم. تو آلمان شرقی شبیه ولی تفاوت داره. از سال 70 قراردادهایی بسته شد با کشورهای برادر سوسیالیست یا کشورهای خواهر سوسیالیست. این کشورها آنگولا، موزامبیک، با کوبا، مجارستان، لهستان، الجزایر، و اونجا از لحاظ دولتی بیشتر قانونمندی شده بوده. یعنی اینکه به این شکل بودش که حتی اجازه نداشتن زنها و بچه ها با اینها یک جایی زندگی کنن، نباید زنها حامله می شدن. یعنی ممنوعیت ها برای انسان ها توی آلمان شرقی بیشتر بود. خیلی ها باید سقط جنین می کردن، مجبورشون می کردن. یعنی فقط برای کار اینجا بودن، نباید تکثیر می شدن، اضافه نباید می شدن. بعد از این که بعد از سقوط دیوار بدتر شد، برای اینکه قراردادها فسخ شدن، از امروز به فردا فسخ شدن و این آدم ها باید دیپورت می شدن و ترک خاک بهشون داده می شد. با وجود این آدم ها اینجا موندن، زندگیشون رو اینجا کردن. ما باید بعدن بشنویم که به چه شکل بود. بعضی ها مثلا فرار کردن به غرب، یعنی به حاشیه رونده شدن، یعنی برای دومین و سومین بار به حاشیه رونده شدن. مثال های زیادی داریم، مثال های زیادی داریم برای مبارزات یا کسانی که میخواستن اینجا بمونن، مثلا مهاجران کارگر، مهاجر زن کارگر، هم در غرب هم در شرق، مبارزات انسان هایی که میخواستن اینجا بمونن. من میخوام که فیگن شروع کنم، برای اینکه ما از با تظاهرات پیربورگ شروع کردیم.
من انقدر میخوام چیز بگم که هی سریعتر میشه حرف زدنم. ببخشید ببخشید. 1979 اومدی، پدرت اینجا بود، داستان تو چی بود؟ اسم کنفرانس هستش که موقعی که من اومدم آلمان، موقعی که تو اومدی تجربه چی بود؟ تصمیم تو خانواده چجوری بود؟ اصلا چی میدونستی؟ از آلمان چی میدونستی؟ Was wusstest du zum Beispiel von Deutschland? Okay. Also ich werde mir wirklich Mühe geben, aber wenn man bei Aua sagt, langsam, dann. Man bekommt زحمت میدم که یواش حرف بزنم. بعضی وقتا منو یادآوری کنین که یواش حرف بزنم. قبل از اینی که سوال تو جواب بدم میخوام یه چیزی بگم که یکم خارج از این موضوع. مهاجرت در دنیا همیشه وجود داشت. خود آلمانیا مهاجر بودن تا جنگ جهانی اول بیشتر از 6 میلیون آلمانی رفتن به آمریکا شمالی و در ترکیه هم بیشتر از 5000 آلمانی زندگی میکنند و آلمان چیز استثنایی نیست که اینجا مهاجر هست. و من کوتاه براتون میگم که در ترکیه چی شد که اینا اومدن از ما درخواست کردن که بیایم آلمان. فکر میکنم ترکیه چهارمین کشوری بود که اومدن قرارداد بستن. اون موقع در ترکیه آدمای زیادی بیکار بودن و یه جوری نجاتی بوده برای آلمان، برای آدم‌ها. ترکیه میخواست آدم‌هاشو بفرسته به آلمان. خیلی ها میخواستن برن و دو سال بمونن در آلمان و این قرار بود این آدم ها پول بیارن تو کشور و سریع برگردن با دانش اروپایی که کشور بتونه پیشرفت کنه. آورا گفت که یه سری شماره به شما بگم. از 800,000 اولین آدم هایی که از ترکیه اومدن 150,000 آدم هایی که از اول اومدن تو کشور خانوم بودن و برای کرز از روم که خانوم ها هیچ وقت شهرشون رو خارج نشدن یه موفقیت بزرگی بود که بیان آلمان و همشون هم تونستن بمونن آلمان. من خیلی ها رو دیدم و شنیدم که بعد از 24 ساعت کار در کارخونه اومدن و گفتن نه من برمیگردم، خیلی سخته. من از خیلی ها شنیدم، بعضی هم برگشتن ولی بیشترشون واقعا موندن. یه سریشون طلاق گرفته بودن، یه سریشون ازدواج کرده بودن و بعدن وقتی که اومدن بعدش شوهرشون رو و بچه هاشون رو اووردن آلمان. 1961 پدرم اولین بار اومده اینجا در شرکت سیمنز کار کرد و بعد سه تا از خواهر برادرای من رو آورده برلین. تو این عکس منم با مادرم با سه تا از خواهر برادرام. مادرم، خواهر بزرگم، خواهر کوچیکم و برادرم. اینا چند ماه بعد پدرم اومدن و ما پیش پدر مادر بزرگ طرف پدریمون موندیم و یک سال بعد ما رو آوردن و من در برلین کلاس دومو
رفتم فقط برای بچه های ترکی و خود معلم هم ترک بودن. راجب یاد گرفتن زبان آلمانی نبود. یه جوری انگار فقط اون بچه ها رو گذاشتن تو اون مکان چون همه فکر میکردن همشون برمیگردن. بعد از یه سالی که اینجا بودیم دوباره ما رو پس فرستادن به ترکیه چون شرایط پدر مادر من سخت بوده. اینجا هر دوشون کار میکردن با 5 بچه درآمدشون کافی نبود که زندگی ما رو بگردونن و آخرش تصمیم گرفتن که بعد از یه سال من و خواهرم رو پس بفرستن، این دفعه نه به کارس چون مادر بزرگم گفتن نه، این دفعه ما رو فرستادن استانبول. این دفعه بازم پیش پدر مادر بزرگ ولی طرف مادری. این نشون میده وقتی آدم مهاجرت میکنه به خارج، استانبول و کارس دو تا شهر خیلی بسیار مختلفی هستن و در استانبول مدرسه رو شو چند سال رفتم مدرسه. باز پدر مادرم تصمیم گرفتن بیان ترکیه برای زندگی. باز مدرسه عوض کردیم. بعد از 2 دوباره پدرم نتونست بمونه، باز برگشت آلمان و مادر منم آوردتش. بعد من و خواهرم باید میرفتیم اینترنات. من فکر میکنم تا اینی که یه جا موندگار بشیم، من فکر میکنم 8 مدرسه عوض کردم و تنها این خیلی فشار زیاده می آوره آدم وقتی الان نگاه کنه به عقب. مردها و زنهای خیلی زیادی در این شرایط بودن و ولی با همه سختی ها تونستن بمونن اینجا، موفق شدن. وقتی که 14 بود دیگه اومدم برای همیشه. 1979 این دفعه رفتم مدرسه زبان که آلمانی بخونم و خواهرم چون 16 بود و مدرسه اجباری سن اجباری مدرسه رفتن دیگه نزدیک بود تموم میشه برای اون، اونو دیگه نفرستادن، ولی من رفتم. نمیدونم چند سال پیش بود. یه کلاسی بود برای آمادگی فقط برای خانمای دخترها از ترکیه، فقط هم دوباره با معلمایی که خودشون از ترکیه اومدن. من تونستم بعد از چند مدتی برم که یه مدرسه عادی و تونستم کلاس در رو تموم کنم و در این 2 راجع به سیستم مدرسه‌ای برلین فکر کردم و راجع به کاری که بعد از مدرسه میتونم انجام بدم فکر کردم، ولی ما هیچ اطلاعی نداشتیم و از هیچ جا نتونستیم اطلاعات بگیریم. پدر مادر منم این سیستم رو نمیشناختن که آدم میتونه بره اطلاعات بگیره برای خیلی از پدر مادران نمیدونستن، نمیشناختن سیستم چجوری کار میکنه. Aber auch viele Deutsche haben damit Probleme. Also man sagt, das Bildungssystem hier ist sehr durchlässig. Man hat die Möglichkeit, wirklich über Wege wieder vieles nachzuholen. خیلی وقتا گفته میشه که باید آدم سیستم تعلیم و تربیت رو بشناسه، ولی پدر مادر من هم این سیستم رو نمیشناختن، سیستم تعلیم و تربیت رو. ولی من موفق شدم که تحصیلم رو به پایان ببرم. تقریبا تو همه خانواده اینجوری بود، یعنی
تو این 23 سال چیزی عوض نشد. من میخوام یه داستان کوتاهی برای شما تعریف کنم. یک دوستی تعریف کرد، یعنی به این شکل بودش که باید این فرش رو چهار بار می برد ترکیه و می آورد و دقیقا این داستان ماست. یعنی ما همش هی باید می رفتیم می اومدیم یا زیر تخت ها یا توی کمودا. اون چیزهای جدید بود، یعنی بسته بندی شده بود برای ترکیه. برای همینم به من همیشه پدرم می گفتش که شروع یک دوره فنی حرفه‌ای یا شروع درس اصلا بی خوده. ما که برمیگردیم ترکیه و به خاطر همینم، حالا یا به خاطر مسئله بهداشتی، هنوز هم یه سری کسایی که ارتباط با آلمان دارن، به خاطر همینم من 2 سال اینجا موندم. من تصمیم گرفتم کار کنم و زنگ زدم به سیمنز و اون موقع موضوع بیکار بودن اصلا مطرح نبود. آدم زود کار پیدا میکرد و به عنوان یه خانم جوونم خوب پول در می آورد و سخت نبود. اون موقع در دهه 80 نسل دوم خیلی از ترکیه باز اومدن و در شرکت سیمنز و شرکت‌های دیگه بدون اینی که یاد گرفته باشن هم زبان و هم شغل رو شروع کردن به کار. در اصل وسط دهه 90 بعد از اینی که دیوار افتاد در برلین دیگه شرکت‌ها دیگه خیلی مدرنیزه کردن یا جاهاشون رو عوض کردن و وقتی که باید آدم اخراج می‌کردن، کسای اولی که اخراج می‌کردن خب مهاجرا بودن. خیلی آسون هم براشون نبود به خاطر اینی که قرارداد بسته بودن با ماها، ولی یه جوری این قضیه رو خوش می ساختن برای ماها که آدم ها حاضر باشن که استفا بدن و ما مشکل حملات مولن رو داشتیم و خیلی از اون آدم هایی که مال اون دوره بودن، حالا اونایی که چه مدرسه شون رو تموم کردن، چه تموم نکردن، اونایی که تو سیمنز کار میکردن یا بعد تا زمانی که کار میکردن، ولی خیلی از این آدم ها بیکار شدن. خیلی از این زن و مردا بیکار شدن. بعضی از اینها تونستن مثلا بتونن در بخش به عنوان راننده اتوبوس کار بکنن، ولی خیلی از اون آدم ها بیکارن. خیلی کوتاه من میخوام بگم اصلا در مورد فعالیت خودم، برای اینکه من نماینده سندیکا در سیمنز هستم. من کوتاه در این رابطه یه چیزی بگم، یعنی روز اول من اصلا عضو سندیکا بودم، ولی 18 سالم بود. من از یه خانواده‌ای نمیام که فعالیت سیاسی داشته باشه، به خاطر همین معلوم بود که عضو به سندیکا بودم. هر ماه پولم رو میدادم، ولی بعد از یه چند ماهی احساس کردم که نه، من اصلا اینجا چیکار دارم میکنم؟ این خیلی سخته کاری که اینجا میکنیم، کار آکورد، یعنی که باید تمام مدت کار بکنیم، یعنی و پولی که من در می آوردم کم بود. و وقتی آدم تمام مدت این کارو بکنه، هم مشکلات زبانی بود و سه نفر بودن که یا ترک بودن یا از ترک می اومدن و سه تا از اینا تو شورای کارگری بودن. 2 تاشون اصلا به عنوان مترجم اینجا بودن و یک مرد جوانی بود که واقعا به عنوان عضو شورای کارگران انتخاب شده بود. و ما احتیاج به کسای دیگه داریم، ما احتیاج به زن داریم، احتیاج به تیم‌های مخصوص زنان
داریم یا به احتیاج به زنان و مردانی داریم که اون کشور رو هستن بهتر میشناسن و نه فقط به عنوان مترجم اینجا فعال هستن برای و کسانی که بتونن مبارزه کنن برای حق و حقوق. به خاطر همین هم من دورهای گذروندم، دورهای ایگ متال رو گذروندم به عنوان کسی که مورد اعتماد بود و بعد هم در هیئت مدیره انتخاب شدم. 95 من دیگه کارم رو تموم کردم، ولی اون موقع من دیگه به عنوان نماینده شورای کارگری بودم. متاسفانه من متنی که آوردم برای در رابطه با زیمنس به زبان ترکی است. من اینطوری میتونم بگم که 61 از ترکیه آمدن آدم و بعدم 62 قانون شوراهای کارگری اصلا تغییر پیدا کرد، یعنی انسان‌هایی که پیشینه پناه پیشینه مهاجرت دارن میتونستن عضو به این بشن. 72 اصلا کامل عوض شد برای اینکه اصلا بتونن انسان‌ها نماینده شوراهای کارگری بشن. و وقتی که من در دوران بعد از حاملگی برای زنا بودم، فقط 7 مرد، متاسفانه فقط همشون از ترکیه بودن، با ریشه های ترکی کردی، که لیست ایگ متال ما میگن که ما هیچ جایی نداریم و ما یک لیست مستقل خودمون تهیه میکنیم. یعنی اونا خودشون این کار کردن که لیست رو در دست خودشون گرفتن و گفتن که تأسیس میکنن. و این مردها، این مردای جوان، همه هم نسل من، همه بعد از این پیروزی در ایگ متال، همشون از کار بیکنار شدن، همشون رو بیرون کردن. بعد مبارزات زیادی بعد از اون بود و بعد دوباره اونها رو بعد از اینکه کنار گذاشته شدن، بعد دوباره تونستن وارد شوراهای کارگری بشه. یعنی اینکه اینجوری هم نیستش که مهاجران مرد هم براشون راحت نبود، به خصوص در یک کشوری که آدم جدید وارد شده، برای حقوقش آدم باید کاملا به جنگ. خیلی ممنون چیزی که توضیح دادی. فیگن، خیلی ممنون از چیزی که توضیح دادی. این نشون میده که ساختارها به این شکل نیستش که اصلا برای این نیست که اینجا آدم بمونه، که آدم مهارت‌های یاد میگیره، اینکه مثلا امکاناتی برای بچه ها باشه و اینکه خودسازماندهی و خودتشکیلاتی در انجمن‌ها جای برجسته‌ای دارن، به خصوص تو کمیونیتی ها. ما در این رابطه با هم صحبت میکنیم. الان ما به تو برمیگردیم. داستان تو آلمان شرقی جور دیگه‌ای بود. چطور بود موقعی که تو اومدی؟ چطور بود وضعیت کاری و وضعیت زندگی؟ چطور بود تو زندگی؟ وضعیت به چه شکل بود؟ قبل از اینی که شروع کنم راجع به داستان خودم صحبت کنم، یه چیزی رو میخواستم حتما بگم. خواهران، خانومای عزیز، مادرای عزیز، مادر بزرگهای عزیز، من خیلی تشکر میکنم از شما و خیلی احساساتی میشم جلوی شما اینجا بتونم بشینم و داستانم رو براتون بگم. من زیاد روی پودیوم نشسته بودم در کنفرانس های زیادی، ولی هیچ وقت ندیدم که یک برنامه از خانوما برای خانوما ارگانیزه بشه و خیلی احساساتی هم داریم. انگار که رسیدم خونه و خیلی به خصوص برنامه امروز. Hard to...
مادرم دیگه زنده نیست، به من میگفت که آره دیگه توی دیگه باز گریه میکنی. من چند تا عکس براتون آوردم چون میدونستم امروز خیلی آدم خانمای پناهجو هم هستن تو برنامه و مخصوصا عکس ها رو اینطوری در آوردم. من دوباره عکس پدرم رو نشون بده. اینا یه موضوع هایی هست که حتی امروز هم هنوز خیلی در بحث هستن. دوباره عکس پدرم رو بیانید. اون یه عکس بود با پدرم که یک سالم بود رو اون عکسه. پدرم اونجا در اون زمان باید میرفت جنگ. قبل از اینی که بره دوباره سری این عکس رو گرفت و من 9 سالم که بود تازه باش تونستم آشنا بشم. وقتی که با زخمهای شدید برگشت به خونه، برای خانواده ما بزرگترین خوشبختی بود. جنگ تا 1975 ادامه داشت، ولی پدر من زودتر تونست برگرده و ما جزو خانواده هایی هستیم که خیلی خوشبخت هستن. و اون عکسی که دوچرخه توش بود، اون در اصل بچگی منه. ما داشتیم ما جنبش های مهاجرتی داشتیم در کشور. خواهر من فقط یک سال و نیم از من کوچکتره و بچگی ما فقط این بود که فقط هی با دوچرخه روی دوچرخه و یک فامیل مرد از این ببره ما رو توی خانواده که مواظب ما باشه. ما در هنائی زندگی می کردیم و می ترسیدیم که اگه انتظارمون این بود که اگه آمریکایی‌ها بخوان ویتنام رو بزنن هانوی رو میان بزنن. Menschen, die wirklich arbeiten müssen und in der Produktion sind, die müssen in der Hauptstadt bleiben. Das heißt, meine Mutter oder زنها و مردا باید توی شهر میموندن. Kinder und Eltern, و پدر مادر بزرگها و بچه ها باید برن توی دهات ها و قایم بشن. مادر من یه ایده خیلی خوبی داشت، 2 تا دختر داشت و ما حتی وقت بچه که بودیم ما رو جدا کردن و ما رو گذاشتن تو خانواده های مختلف که از ما مراقبت کنن. و گفت اگه یه خونه رو بزنن و یه بچه هم بمیره باز یه دخترم زنده میمونه. و من الان که نگاه میکنم اصلا از خداحافظی خوشم نمیاد و میدونم چه معنی داره برای خیلی از شماهایی که اینجا هستین و چه سختی هایی به عهده میگیرین که بتونین بیاین اینجور جاها. آره، بعد 1975 جنگ تموم شد. بعد ما دوباره رفتیم هانوی زندگی میکردیم و به سوال اینی که با آلمان شرقی برای ما شرایط چجوری بود جوابش اینه که ما راجع به تاریخ آلمان فقط تاریخ آلمان شرقی رو میشنیدیم، چون ما یک کشور سوسیالیستی بودیم. یعنی به ما همیشه یاد داده شده که هرچی آلمان غربیه بده، کاپیتالیسم بده و ما باید مبارزه کنیم با این چیزا. و در آلمان شرقی آدم ها خوشبختن و همه چی قشنگه. و وقتی بچه بودم جلوی سفارت آلمان شرقی وایستاده بودم و آرزوم این بود، فکر میکردم که من خیلی دوست دارم برم اونجا، اونجا آدم ها حالشون خوبه. و تا 17 سالگی برای من خارج فقط یه احساسی بود، خیلی اصلا نمیدونستم معنیش چیه.
Wir durften, also mein Land war sogar gespalten bis Vietnam شمالی و جنوبی بس اند اپریل 1975 ما حق نداشتیم نبریم به چین نبریم به کامبوج و dann kam die بعد بین این دوتا کشور یه قرارداد بسته شده. من 17 سالم بود، تازه مدرسه رو تموم کرده بودم و اقدام کردم برای پزشکی در دانشگاه و متفاوت با مهاجران کارگری ترکی. من یکی از خانمایی بودم که 20 خانمای اول بودم که تونست اجازه داشتم بیام روستوک. خود مادر من عضو حزب بود. و فکر کرد این یک داستان خوبیه و همه امید اینو داشتن که بتونن پول زیادی رو در بیارن. و کسایی که عضو حزب بودن اونجا فکر این بود که دختراشون رو بفرستن به آلمان، به کتبوس، به لایپزیگ، به آلمان شرقی. ولی در روستوک ما واقعا اولین 20 خانوم بودیم که رسیدیم اونجا. و مادر من اون موقع فرستاد، خیلی براش سخت بود، ولی باز فکر میکنم که هم خانوادم هم خانواده های دیگه یک کارگرایی قرار دادی این قضیه رو قبول کردن که جدا از خانواده، جدا از شوهر، جدا از بچه 5 سال تنها فقط با امید اینی که ما واقعا با ثروت زیادی برگردیم. من میتونستم اینو ببینم که ما رو از سر تا پا چک کردن که ببینن هیچ مریضی نداشته باشیم و یه قد به خصوصی باید میداشتیم. وقتی که قد یک آدم کوتاه بود آدم اخراج میشد چون نمیتونست یه دستگاه به خصوصی مثلا کار کنه باش. منو قبول کردم و قرار بود 5 سال کار کنم. خیلی افتخار میکردم به خودم که 1981 میتونستم سوار هواپیما بشم و برای من یه وظیفه دولتی بود، یعنی میتونم یاد بگیرم، میتونم دانش جمع کنم و میتونم دوباره برگردم و برای بازسازی ویتنام فعالیت بکنم. و این تصویر من بود. ما اومدیم رسیدیم به اینجا. چیزی که ما تعجب کردیم، ما به خصوص ما زنها، اینم شاید جالبه، ما هیچ حتی یک لغت آلمانی بلد نبودیم، ولی تمام کسانی که مسئول ما بودن، مسئول سرنوشت ما بودن، مسئول زندگی ما بودن، همه مرد بودن، یعنی همه مردهای ویتنامی بودن. یعنی کسی که تو حزب مسئول ما بود مرد بود، کسی که مترجم بود مرد بود، کسی که به ما رسیدگی میکرد، سرپرست گروه ما بود، متأهل بودش، خونه زن داشت، ولی مرد بود. روز دوم سوم از اونجایی که نمی‌دونستن چه خبر بود، یعنی بعد یک دکتر زنانی آمد که مرد بود، ما رو کاملا حالا میشه اینجوری گفتش که کاملا ما رو معاینه کرد که ببینه حامل نشیم. و در این مدت اینجوری بودش، برای ما خیلی 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 نامطبوع بود. ویتنام اینجوریه که وقتی که آدم ازدواج کرده باشه میتونه سکس داشته باشه، به خاطر کنفوسیوس، به خاطر فلسفه کنفوسیوس. خیلی از ما معمولا از سن 18 سالگی، از سن 22 سالگی، یعنی اصلا به این شکل بودش که
که ازدواج نکرده بودیم، خانواده نداشتیم و ما این معالجه رو داشتیم و این و واقعا مترجم اونجا نشسته بود، یک مترجم مرد، یک پرده‌ای بین ما بود، همه چیز رو میشنید. پزشک هم مرد بود، پزشک زنانی که مرد بود و ما اینجوری معاینه شدیم و به این معنی بودش که این مترجم 4 سال به ما رسیدگی میکرد و این خیلی نامطبوع بود. یعنی حتی اگه قرص ضد بارداری به ما میدن، مثلا به ما میدادن، خیلی برامون نامطبوع بود. هی میخندیدیم که این چی هستن، این چرا به ما میدن. حالا اینجوری میتونم جمع‌بندی کنم، تو اینو گفتی، ذکر کردی مسئله رو، شاید میشه اینجوری گفت که خیلی برای ما خیلی خیلی دستورات بود، خیلی آیین‌نامه‌ها بود، خیلی از مسائلی بود که ما باید رعایت می‌کردیم. یعنی باید برای یک رفتار درست، یعنی به ما میگفتن که باید رفتار درستی بکنیم، یعنی اینکه باید خیلی خوب کار بکنیم، رکورد رو بشکنیم، رکورد کاری رو، و اینکه به هیچ وجه رفتار نامتعارف نداشته باشیم و باید خیلی آلمانی یاد بگیریم و به هیچ وجه نباید رابطه با آلمانی ها داشته باشیم. و به این ترتیب به خاطر همینم ما در بین این جامعه، وسط این جامعه زندگی میکردیم، ولی اصلا ما نمیدونستیم که اصلا چجوری آلمانی ها فکر میکنن، چجوری کار میکنن، چجوری زندگی میکنن. و از اونجایی که ما خیلی خیلی در حصار بودیم، جدا شده بودیم، یعنی توی یعنی یه اتاقی بود در هایم که برای ماها بود و این فرافکنی بود برای کسانی که برای آلمانی هایی که زندگی می کردن که علیه خارجی ها. از سالای اوائل سال 90 وقتی که بیکاری زیاد شد، خیلی از آدم ها بیکار شدن و خیلی از همکارای زن ما که با ما بودن، اونایی که قبلا اصلا جشت هایی مذاشتن برای همبستگی بین کشورها، ولی بعدا اونا همه میگفتن که آلمان شرقی شما رو آورد، ولی آلمان شرقی دیگه وجود نداره، چرا شما هنوز اینجا، چرا نرفتید؟ یا اینکه کار که الان دیگه نیست، یا به ما نمیگفتن ویتنامی، به ما میگفتن فیچیز، یعنی یک فوشی بود. و چرا اینا باید، ما برای این مثلا آلمانی هم گفتن که چرا اینا باید حقوق بیکاری بگیرن، ما کار میکنیم برای اینا، باید ما اینا برای اینا پول بدیم، چرا اصلا باید چنین چیزی باشه؟ خب هر دوتاتون به طور مشخص نشون دادید که کنترل روی شما چقدر زیاد بود، یا میشه گفتش که به نوعی شما رو از دو طریق مورد تبعیض قرار میدادن و استثمار میشدید، یعنی هم تو آلمان شرقی و هم تو آلمان غربی. تو آلمان غربی این مشخصا نوشته نشده بود به خاطر مسائل سیاسی که با ناتو بود، ولی خب ما میبینیم که جاهایی هستش که مقاومت نشون داده نشون. مثلا تو آلمان غربی از طریق تظاهرات امکاناتی بود، ولی تو آلمان شرقی هم مبارزات بود، مقاومت بود. حالا ما میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا زنها به چه شکلی میتونستن فرمها یا شکلهای خود تشکیلاتی و خود سازماندهی داشته باشن. به خصوص چیزی که برای من قابل توجه اینه که قبل از آلمان شرقی و بعد از اینکه قبل از اینکه آلمان شرقی و آلمان غربی یکی باشن و بعدش چطوری باشه، و اینکه رابطه بین زنان مهاجر چطوری بود. مثلا میدونیم که تو آلمان شرقی مثلا از آنگولان بودن، موزمبیک بودن، اصلا رابطه با زنان همکار آلمانی چجوری بود، شما چه استراتژی هایی داشتید، چه ساز و کارهایی داشتید برای اینکه بتونید مقابله کنید با این تبعیض. شما خب تو خیلی از انجمن ها فعالیت میکنید، تو انجمن سیان ها، تو انجمن آلمنده، آیا میشه راجع به این کار گزارش بدید؟ یعنی من میخوام بدونم که اصلا کلن شکل فعالیت زنانه به چه شکل بوده. من میخوام یه چیزی باز بگم اینجا.
طوری نیست که ترکیه همینطوری اومده و آدما رو فرستاده که پول در بیاره. یک کاری هم بهشون دادن. تاریخچوی کارین هونچ نوشته در کتابش. بروشورهایی که آدمهایی که از ترکیه اومد گرفتن توش نوشته بود که آلمان یک کشور نجات پرستی هست و ضد کمونیسم هستن و این نشون میده که آدمهای که از ترکیه اومدن از دولت ترکیه کارشون این بود که قاطی نکنن خودشونو در مشکلات سیاسی و مریض ننویسن. و مریض نوشتن فقط اجازه بود وقتی که شرایط خیلی استثنایی طرف داشته باشه. ترکا اینجا هیچ سازماندهی نداشتین و فقط میخواستن مشکلی با دولت آلمان نداشته باشه و قرار خواهی نخواهی این بود که آدم برگرده. برای یه سریا این قانونا رو شکوندن. من قبل از اینی که بیام تو این برنامه خونده بودم که 1965 در شهرهای زیادی در آلمان یه سری خونه های ملی ساخته شده که در آنجا زنها و مردا میتونستن همدیگر رو ببینن و صحبت کنن و راجع به موضوع های مختلف با همدیگه صحبت کنن. و این خود سازماندهی در دهه 70 خیلی قوی داشت میشد. مثلا در برلین زیر سقف به نام کار انجمنی شروع کردن به کارهای مبارزی و مشکلاتی که در اینجا هستن. موقعی بود که آلمانی همه هم یکم بهتر شده بود و شروع کردن به فعالیت سیاسی و این آدم ها نمرش بیشتر شده و انجمنهای زیادی به وجود آوردن که بتونن اینجا نه فقط در ترکیه اینجا کاراشون رو انجام بدن، ضد مشکلات فعال باشن. در دهه هم در دهه 70 هم در دهه 80 رئیس جمهور پیشین کول گفته بود که من میخوام تعداد ترکا رو کم کنم تا حد نصف آدمایی که ترکن رو پس بفرستن. یعنی هر دومین کارگر ترکی که اینجا بود میخواست اونا رو پس بفرستن. اگه آدم باورم نمیخواست بکنه، ولی اینو همیشه توی کله خودشو داشت که نه، ما نمیخوایم برگردیم، ما الان اینجاییم و بچه هامون دارن اینجا بزرگ بشن و یه سری اتفاقات هم باید اینجا بیفته. و اینطوری شروع کردن که فعالیت بکنن و خودشون رو درگیر کنن، درگیر بحثایی که روزمره بود، مشکلات، راجب مشکلات، راجب کارهایی که میشه بهتر انجام داد در لول اجتماعی و سیاسی. خودم 4 سال رئیس یکی از این انجمنا بودم و aber auch durch meine Tätigkeit als Beraterin nach der Arbeit bei Siemens
بعد از فعالیتم تو زیمنس دیدم که خیلی از بچه ها حتی تو نسل دوم و سوم همین مشکلات رو دارن. معمولا اینجوریه که حتی مدرسه رو تموم نکردن یا اینکه نمیتونن تو بازار کار اصلا رقابت کنن با کسانی دیگه یا حتی اگر مدارکی داشته باشن کنار گذاشته میشن به خاطر اینکه اسمشون ممت یا آیشه به خاطر اینکه تو ویدینگ به مدرسه رفتن. حتی هنوز هم اینجوریه و ما با تمام تلاش‌های به اصطلاح تلاش‌هایی که سیاست کرده از هر پنج نفر یک نفر اصلا مدرسه رو تموم نکرده و وقتی به بازار کار و بازار آسپیلدونگ و دوره‌های فنی و حرفه‌ای نگاه می‌کنیم به این معنی نیستش که حتی اگر یکی که تموم می‌کنه کار پیدا می‌کنه، یعنی کنار گذاشته میشن، به حاشیه رونده میشن. و برای این گروه برای این گروه من تلاشم این بودش که فعالیت بکنم. یه دوره بودش که مسئله پیزا بود، یعنی اینکه نتیجه‌ای که بعد از مطالعاتی که شدش که اصلا ببینه آدم تو مدرسه چه خبره و توی مدارسی که نگاه کردن دیدن که بچه‌هایی که پیشینه مهاجرت دارن اصلا نمیتونن جلوتر برن و حتی دیدیم که مدرسه به عنوان نهاد هم مشکل داره و هنوز هم اینجوریه. فیگن، آیا میشه به طور مشخص بگی که انجمن پدر و مادرهای ترک به چه شکل عمل میکنه؟ خب ساختارها همینجوری هستن که هستن، یعنی نجات پرستانن. حتی تو تاریخ هم نشون میده در مقابل ترک قبل از اینکه ترک ها بیان اسپانیایی ها اینجوری بودن، یونانی ها اینجوری بودن، یعنی اینکه پدر مادرها سعی کردن حمایت کنن از بچه هاشون. به خاطر همین هم میتونستن بچه هاشون پیشرفت کنن، نه به خاطر اینکه ساختارها جور دیگه بود. میشه بگی که به عنوان انجمن پدر مادرهای ترک برنامه شما چیست؟ اول من برمیگردم، چون من دیگه الان باشون همکار نمی کنم، من میتونم بگم انجمن اون موقع به خاطر این تشکیل پیدا کرد، به خاطر اینکه دوباره هم تاکید میکنم به این معنی بودش که خیلی کسایی از ترکیه اومده بودن و همشون به معنی نبوش که زبان مادریشون زبان اولشون ترکی باشه، بلکه کردی بود. یعنی کسانی که زبانشون کردی بود این اصلا در نظر گرفته نمیشد، یعنی خیلی ها فکر این بودن که زبان ترکیشون بهتر بشه، به خاطر یک سری معلم‌ها هم باید از ترکیه می آوردن. موقعی که من وارد این انجمن شدم، مسئله من این بودش که بر با دیگران من تلاش کردم و مبارزه کردم که اصلا وضعیت تو مدرسه بهتر بشه. حالا آدم میتونه که سیاسی این تقاضا رو داشته باشه، ولی به معنی این نیستش که اتوماتیک نوست بشه. یعنی انجمن پدر مادر رو پروژه هایی داشت، پروژه های مددکارانه داشت، خانواده هایی که یعنی تو خانواده ها حمایت میشدن در رابطه با مسئله شغل، مسئله دوره های فنی حرفه ای که اصلا بدونن خانواده ها. و آدم واقعا میفهمید که نجات پرستی توی دبستان شروع میشه، یعنی بچه ها اینو تجربه میکنن. اگر آدم سنش بالا بشه اصلا خود نمیشنوه، چون آدم نمیشنوه اینه که خب بله فلان معلم به بچه توهین کرد. ولی وقتی که آدم توی انجمن پدر مادرها باشه، این پدر مادرهایی که مسئله شونه، بعد آدم به خودش فهم میکنه که اینجوری که نمیشه اصلا. تا به حال آدم اینو اصلا درک نکرده، یعنی آدم حس میکرد که نجات پرستی تو مدرسه هم حضور داره. آدم احساس میکرد که پرسنل مدارس حتی تو تدریس اینو خودش نشون میداد. من نمیدونم تا چه حد درسته، ولی بعضی از بخش های برلین میخوان قرارداد ببندن با معلمایی که از سفارت میان، میخوان این قراردادها رو نقض کنن برای اینکه خیلی از پدر مادرها میرن اونجا فقط برای اینکه این بچه‌هاشون ترکی یاد بگیرن. ولی
ولی مسئله اینه که توی یک مدرسه باید زبان رسمی، مثلا زبان نوشتاری هم به کسی، به بچه ها یاد داده بشه. به خاطر همینم انجمن پدر مادرهای ترک میره اونجا فعالیت میکنه که مثلا معلمایی از ترکیه بیان اینجا. برای من چیزایی که خیلی مهمه اینه که کاری که ما توی انجمن میکنیم عملی بشه. خب ما اگه به زمان نگاه کنیم، دوباره میخوام در رابطه با سوال جواب دم. من حالا کوتاه میکنم. قبل از یکی شدن دوتا آلمان خود سازماندهی نبود. ما اجازه اینو اصلا نداشتیم. ما توی سندیکا بودیم، ولی این اجباری بود. حالا چه خوشمون میومد چه خوشمون نمیومد، ولی اینو اینجوری نشون میدادن که تمام کارگرای ویتنامی میخوان برن تو افتگیبه، یعنی میخوان عضو سندیکا بشن، ولی این اجبار بود. حالا چه خوشمون میومد چه خوشمون نمیومد. فعالیت من اصلا این که من این شخصی هستم که الان هستم. من الان 37 ساله که آلمان زندگی میکنم و من فکر میکنم دوتا اتفاقیه که خیلی تأثیر گذار رو زندگی من بوده که من اینجوری شدم. این اولینه که بعد از 1990، بعد از چرخشی که بود و یکی شدن دو آلمان، خیلی از هموطنان من بیکار شدن، خیلی هاشون برگشتن. 3000 مارک آلمانی بهشون میدادن. من اجازه داشتم اینجا بمونم، برای اینکه من با یه آلمانی ازدواج کردم. بعد اینجا یه دختری دارم. شوهر من آلمانی، مرد آلمانی من گفتش که خیلی خوب، پس ما یک رستوران باز میکنیم. ما یک جایی رو به عهده گرفتیم که هیچ کس نمیخواست، خیلی وضعش خراب بود. پنج ماه فقط در سال خودمون ساختیمش. خیلی پول زیادی صرف کردیم، خیلی انرژی صرف کردیم و روز اول وقتی که باز کردیم واقعا روز اول بود. من تنها خارجی بودم. خیلی قابل رویت بود که من خارجی بودم. مهمان ها نشسته بودن، 80 یا 100 نفر بودن و جلوش 25 نفر نئونازی بودن و سلام هیتلری در طرف من میدادن. دوام و میگن آلمان برای آلمانیا، فیجی ها بیرون، خارجی ها بیرون، و اینقدر مسخره بود. و تمام این آلمانی ها نگاهشون رو دور کردن. هیچ کدوم از این آلمانی ها کاری نکردن، هیچ عملی انجام ندادن. و 3 هفته بعد من تنها بودم توی این رستوران. گفتم اینجوری نیست، گفتم اینجوری اصلا امکان ناپذیره. هم تو ورشکست میشی، هم این که نابود میشی. تو یک زن کوچیک هستی، چی میشه اینا که خب جرأت نمی کنن تو رو تک بزنن. بعد رفتم جلوشون، گفتم که چیه من اینجا هستم، چی میخواید بکنید؟ برید دیگه از اینجا، خشمتون رو ببرید جای دیگه. این رستوران منه، من اینجا میمونم، از اینجا برید و گم شید. من میدونم خیلی ها گفتن تو خیلی شجاع بودی. من فکر میکنم به کسی دیگه اینو توصیه نمیکنم که این واقعا خطرناکه. زندگی آدم تو خطر میتونه بیفته. من خب هیچ کسی دیگه غیر من نبود. درد من انقدر بزرگ بود، هیچ کسی دیگه. و به مهمترین چیز بودش که یکی از اونا گفت این که خیلی خوب آلمانی حرف میزنه. و بعد اینا رفتن ترک کردن معلو و 2 هفته بعد یک چند تا از اونا برگشتن. من به شوهرم گفتم و دوباره باز اینا اومدن، اینا دوباره اینا حتما میان رستوران ما رو خراب میکنن. ولی این به اصطلاح نئونازیا اومدن، صف کشیدن و یه کلا میخوایم، خواهش میکنیم، یه فانتا خواهش میکنم. و هر کدوم از اونا به من حتی 50 فنیک داد، اضافه به من پول
تحویل داد و اینکه واقعا مهمانان دائمی ما شدند. و سه ماه بعد این که من از این خانه‌ای که خانه آفتابگردان ما اسمی بریم، سه ماه بعدش توی خانه آفتابگردان نگاه میکنم به عکسایی که تو جنگای ویتنام دیده بودم، رفتم اون طرف. من خوشحال بودم که نبودم وقتی که 120 ویتنامی زنهای حاملن بودن، بچه های زیاد بودن که از طرق پنجره کوچک سقف خودشون رو نجات داده بودن، تو برای اینکه تا طبقه هفتم آتیش گرفته بود. هم آدم ها جلوی خیابون واسده بودن، راه و بسته بودن، نمیتونست آتش نشی بیاد، آتش نمیتونست بیاد، پلیس اصلا هیچ کاری، یعنی میتونستن آدم ها اونجا خفه بشن و آدم ها اونجا واسده بودن و دست می زدن. موقعی که هموطنهای من داشتن از یک پنجره کوچه از طبقه هفتم خودشون رو می خواستن نجات بدن، به زمین می افتادن. اصلا این دیگه کرامت انسانی نیست. اصلا فکر نکرده بودن که آدم هایی هستن که زندن میتونن بمونن. خونه های زیادی به خونه های زیادی زنگ زدن، فقط دو تا خونه باز کردن و این زنا رو راه دادن، مثلا بچه هاشون رو دادن، بچه هاشون رو راه دادن تا بتونن که غذا به بچه هاشون بدن. این برای من سعادتی بود که کنارشون نمیتونستم، ولی چهار پنج روز بعد رفتم اونجا و تو این طبقه خونه 11 طبقه که اینقدر توش اصلا شادی بود، تو این خونه که اینقدر زندگی بود، انگار که اصلا کاملا پاک شده باشه، جارو زده شده باشه، اینقدر سکوت بود. و اون لحظه برای من لحظه‌ای بودش که گفتم که وقتی آلمانی ها بتونن چنین کاری کنن، من اصلا چنین تصوری نداشتم. ولی فکر بیشتر من اینه، اینا هموطنهای تو رفتن، اینجا جایی بود که میتونستی بری، این ریشه تو بود، این انرژی تو بود، جایی که میتونستی انرژی بگیری. همه این آدم ها رو پس فرستادن، تو کاملا تنهایی دیگه، کجا تو کجا میخوای بری، تو کاملا تنهایی. به خاطر همین هم اصلا خندم میگیره وقتی به من میگن که خب واسه چی اصلا تو اینجا موندی. بعد به خاطر همین با آلمانی میگم دقیقا به خاطر همین من الان میمونم. گوش بدید به داستانم، من اجازه نمیدم که شما منو عقب بزنید و بفرستید جای دیگه، من اجازه نمیدم که منو پس بفرستید. و ما دو سه ماه بعد برگشتیم و انجمن این رو تأسیس کردیم به خاطر اینی که حمایتی برای خودمون باشه، برای اینکه ما بدون حمایت بودیم تا سالهای 90. هیچ گونه حمایتی نداشتیم، از هر دو طرف کنترل می شدیم، از طرف دولت ویتنام و هم از طرف اشتازی. همش به ما فوش می دادن، مافیای سیگار یا و هممون به ما این انگو زده بودن که ما غیر قانونی هستیم اینجا و ما در اصل جنگ کردیم، مبارزه کردیم که بتونیم اینجا بمونیم، که اصلا شناخته بشه، قبول بشه که ما در آلمان شرقی زندگی کرده بودیم. و اولین سالیان سال بعد از یکی شدن دوتا آلمان، سالیان بعدش اصلا اجازه اقامت گرفتیم، یعنی میتونستیم بچه دار بشیم، میتونستیم خانوادهمون رو از کشورهای خودمون بیاریم که خانوادهمون به ما بپیوندن. خب ازتون تشکر میکنم. فیگن میخواستی چیزی بگی؟ شاید یک چیز کوچیکی واقعا بخش آخر که ما عوض کنیم و برگردیم به جمعیت. گفت من اصلا یادم رفت که بگم زمانم خیلی محدوده. چیزی که برای من خیلی مهمه، برای اینکه تو هم پرسیدی، از خود سازماندهی صحبت کردی، خود سازماندهی مهاجران زن، خیلی
خیلی از زن خانه ها اشغال شدن تو برلین، خودش و خیلی از زن های دیگه از ترکیه تو این خونه توی کتپوس 8 اینو اشغال کردن. اولین نسلی که بودن، یعنی زن های کرد، زن های ترک با بچه هاشون به عنوان مادر تو این خانه زندگی کردن، یعنی که دخالت کردن، سهم داشتن. تو از انجمن آلمنده میخوام کوتاه یه چیزی بگم. این فاز به نظر من برای شخص من خیلی مهم بود و چیزی که اون موقع تو اون 10 سال، اون سالی که من فعال بودم، اتفاق افتاد. برای بقیه هم که اینجا بودن، ما کمپینی داشتیم از طرف آلمنده برای انتگراسیون، یعنی گفتیم که نه، همش صحبت از انتگراسیون هم پیوندی در این اجتماع، ولی در از لحاظ سیاسی انقدر کم اتفاق میفته. اونجوری که من واقعا انتگراسیون رو میفهمم، اونجوری که اصلا امکانش برای ما باشه. برای تو برلین یه سری مشکلاتی بود، شاید فکر میکردیم که با این کمپین بتونیم توجه خیلی ها رو به خودمون جلب کنیم. اصلا انتگراسیون به چه معنیه؟ آیا دقیقاً اون چیزیه که آرزوی ماست؟ مثلا آیا با اندازه کافی پول داریم؟ آیا از لحاظ سیاسی این خواسته هست؟ یه کار دیگه که ما کردیم، مسئله تست آلمانی شدن بعد از 99. خیلی از کسانی که میخواستن تابعیت آلمانی داشته باشن باید یک امتحان خیلی مسخره‌ای رو میکردن، مثلا باید امتحان زبان میکردن. ما خودمون امتحان خودمون رو، تست خودمون رو درست کردیم. سوالهای دیگه ای داشتیم، برای اینکه بعضی از این سوالا به نظرمون خیلی مسخره بود. بعد با زنها و مردهایی که خیلی فعال بودن یک جشن بزرگی رو علیه نژاد پرستی برنامه ریزی کردیم. تمام این کاری که ما در چارچوب انجمن آلمنده انجام میدادیم ادامه پیدا میکنه. بعضی از دوستان من اینجان و به خصوص همکاری ما علیه نژاد پرستی، خیلی از ما رفتیم به خیابون، تظاهرات کردیم و این 10 نفری که کشته شدن، 8 نفرشون از ترکیه اومدن، یکیشون از یونان و یک پلیس آلمانی بود، واقعا به این معنی بودش که اینها از طرف آدمهای ما کشته نشدن، بلکه از طرف آدمهای نژاد پرست، از طرف گروه NSU به قتل رسیدن. و خیلی مهمه اینه که احزاب هم توسط ما زیر فشار قرار بگیرن که علیه نژاد پرستی فعال بشن، ولی به این معنی نیستش که ما به دست اونها بسپاریم، به دست احزاب بسپاریم یا فکر کنیم که اونها کارهای ما رو انجام میدن، بلکه ما با کسانی که مثل ما فکر میکنن، حالا چه آلمانی باشن چه غیر آلمانی باشن، ما خودمون در دست خودمون کارمون رو داشته باشیم. Dankeschön. Ich habe jetzt ganz bewusst noch mal dieses Bild انداختم برای اینکه از طرف آلمنده نیست، ولی یک تصویر تاریخی، برای اینکه اینجا از انتگراسیون اجباری صحبت میشه و اینکه ما خواهان انتگراسیون اجباری نیستیم، که با وجود اینکه نژاد پرستی هست، ولی ما همیشه دقایقی داریم، لحظاتی داریم که امکان همبستگی هست، امکان همکاری هست. مثلا مسئله اشغال خانه هاش، به خصوص این در رابطه با اینترنشنال وومن اسپیس تو سالهای 70 بودش که مدارس اشغال می شدن. مثلا توی فرانکفورت وست اند اینجوری بود که مهاجرها با کسانی که اونجا زندگی می کردن اشغال کردن جاهایی رو برای زندگی بهتر، برای مدرسه بهتر. به خاطر همین
تو تاریخ این نشون دهنده اینه که مثلا اصلا قانون حق رأی در محلی در اصل با مبارزات ما تونست راه پیدا کنه در قوانین و آدم میبینه که وقتی ما صحبت از انتگراسیون میکنیم یک مبارزه اجتماعی از پایینه، یعنی ما و وظیفه ما این است که از این مبارزات تاریخی و از تاریخ یاد بگیریم تا بتونیم ادامه بدیم و ما میخواییم که سوال و جواب شروع بشه. ما دیرتر شروع کردیم به خاطر همین نوبت سوال و جواب میشه. شما الان امکانو دارید که سوالاتتون رو مطرح کنید یا اگر فکر میکنید که توضیحی باید بدید توضیح بدید. ما چیکار میکنیم؟ باید ببینیم میکروفون به چه شکلیه. میکروفون باید بچرخه تا بتونن سوالا رو مطرح کنن. کسی میخواد چیزی بگه؟ Hier ist eine Wortmeldung. اینجا یه نفر هست. سلام. اول میخوام تشکر کنم از شما و داستاناتون و میتونم تصور کنم که آسون نیست این کارو کردن. و برای من جالبه که اینجا فهمیدم که اول خانومای ترکی اومدن به آلمان، چون من همیشه این تصویر رو داشتم در تلویزیون که همیشه مردا اومدن و اینجا بهشون خوش آمد گفته شده و الان سوالم اینه که چطور شد که من تصویرم تو کلم این بود که مردها بودن و هیچ اطلاعی نداشتم که خانوما اون کسایی بودن که اول اومدن و زندگیشون رو اینجا ساختن و تاریخ یه جوری به طور دیگه تعریف شده به ما. منم میخوام تشکر کنم از تو که این سوالو کردی و اینو موضوع رو مطرح میکنی. همیشه اینطوری بود که آدم‌ها، که زن‌ها و مردها، ولی به خصوص زن‌ها که شجاع هستن و موفق بودن یا دارن موفق میشن، که این آدم در جامعه با یه سیستمی جلوگیری جلوشو می. اگه طور دیگه بود ما که الان نمیتونستیم 55 سال بگیم اون بیچاره خانومی که با حجاب و از ترکیه است، بیچاره آدم باید تصمیم بگیره. آدم همیشه باید بشنوه اون بیچاره که هر روز خشونت میبینه از شوهرش در خونه. وقتی که من تصمیم گرفتم این تصویر رو داشته باشم، نمیتونم چیز دیگه بگم، چون سخت میشه برای کسایی که این تصویر رو دارن. و من به خاطر کارم در حزب و کارم در آلمنده خیلی زیاد تو خیابون بودم و امروز هم هنوز تو خیابونا هستم و برای مجلس اقدام کاندید شدن کردم و تو خیابون وای میستادیم که اطلاعات بدیم و یک چیزایی رو من میدیدم از خانواده های آلمان که اصلا هیچ وقت آدم باورش نمیشه وقتی که تو سیاست فعاله. اون موقع هنوز حزب PDS بود و یک آلمانی اومده و تعجب کرده که یک خانم 35 ساله ترک برای یه حزب آلمانی داره تبلیغات میکنه و شوهرش که کنارش وایساده بود اونو کشید و نمیذاشت که بیاد طرف من. آدم باید تصمیم بگیری که دیدش این باشه که اون خانم ترک خنگ هست یا اون آدم ترک یک آدم جالب و انتلیکتوئل میتونه باشه. سلام، تشکر میکنم ازتون که داستاناتون رو اینجا با ما شیر کردین. من یه سوال دارم راجع به جلوگیری حاملگی. چجوری میگن؟
صحبت چی جوری رسیدگی داشتین به این جور به موادهای جلوگیری از حاملگی؟ Genau, das vorhin habe ich auch nämlich vergessen, das zu erzählen. Das soll keine Familienpolitik werden. Also selbst wenn es mal einzeln geklappt hat, Ehepaar zusammen nach Deutschland gekommen waren, dennoch wurden sie getrennt. وقتی که تونستن، وقتی که زن و شوهر تونستن بیان به آلمان از ویتنام، همونجا ولی جداشون میکردن که بچه دار نشن و خودشونو مشغول عشق نکنن و فقط کار کنن، کاراشونو انجام بدن و انرژیشونو برای تولید استفاده کنن. Ohne Aufklärung, ohne Übersetzung wurden wir einfach beim Frauenarzt also wirklich ausgeladen. و بدون اینی که مترجم باشه ما رو میبردن پیش دکتر زنان و ما رو چکاپ میکردن و به ما قرص ضد حاملگی میدادن بدون اینکه ما اصلا دقیقا بفهمیم که قضیه چیه، چون کسایی که ما رو میوردن و میبردن خودشون ویتنامی بودن و در ویتنام سکس قبل از ازدواج ممنوع بود و ما رو همیشه جدا میکردن از مردا، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج. ولی وقتی که قرص ضد حاملگی رو به ما دادن و ما نسخه رو داشتیم، هیچ کدوم از ماها هیچ کدوم از ما روش نمیشد بره از دکتر شورا نسخه رو بگیره، چون نمیخواستیم نشون بدیم که من مثلا الان سکس دارم یا فلانی سکس داره. ما میدونستیم که نباید حامله بشیم و اگه حامله بشیم ما رو پس میفرستن و به خاطر همین ما زیر زمینی سخت میکردیم و ما اصلا نمیدونستیم چجوری جلوگیری کنیم. و خیلی از خانوما میگن که ما نمیخوایم شیمی وارد بدنمون کنیم. و خانومایی که ازدواج کرده بودن سپیرال رو میشناختن و اونو یا داشتن و خانومای جوانتر که خود منم بودم راهی نداشتن و این یه موضوع شده توی سازمان. الان تا امروز تعداد زیادی از خانوم ها مریض نوشته شدن و اونا جاشون خالیه در تولید. و هر خانومی، هر کارگر قراردادی 4 تا 5 تا سخت داشت زیر زمینی. معلومه که خانومایی که ازدواج کردن هم سکس دارن، این یه چیز نرمالیه. یه 2 تا سوال دیگه هم هست، یکی اون تا یکی اینجا، باید یادم بمونه. چه زبانی؟ به زبان عربی. سلام. من زینب همو هستم. من تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون. مرسی بابت داستاناتون، داستانای زندگیتون و رسیدنتون به اینجا. من یک زن از سوریه هستم و من به خاطر جنگ اومدم اینجا و به خاطر شرایط سختی که در کشورم هست من خانوادمو از دست دادم و الان 4 ساله که من در خارج هستم و دیگه وطن ندارم. من شوهرمو و خانوادمو از دست دادم و الان اینجام تنها. Ihr Mann wohnt in Ägypten, aber Ägypten braucht ein Visum oder so. 4 Jahre vermisst Ihr Mann, auch hat auf den Tag 1 Jahr.
این خانم دارن ترجمه میکنن الان دوباره تکرار میکنن. من فکر میکنم مرسی که اینو به ما گفتی. شاید میتونیم الان یه بریکی بدیم که دوباره با هم دیگه صحبت کنیم. اینجا یه سوال دیگه بود. بگم اون ته بود بعد این جلو. Can I speak in Arabic or English? For me it's okay. من میتونم به عربی صحبت کنم یا انگلیسی؟ انگلیسی؟ Can I speak in Arabic or in English? Deutsch. Okay, I will speak in English. به آلمانی هم میتونم صحبت کنم. من به آلمانی میگم. من به انگلیسی میگم. خیلی ممنون از همتون بابت این کنفرانس. این کنفرانس واقعا خیلی خیلی مهمه و برای من خیلی مهمه که بین این همه آدم‌های خانم‌های جالب و خوب باشم و این خیلی برای من مهمه. الحقیقه انا ما لاقیه. انا جیت مع زوجی للعيش في المانيا من سنتين. ويعني عارفه معظم القصص دي لانه انا درست في جامعه شارجه. من از السودان اومدم قبل 28 سنه 25 سال پیش. انا ناشطه في من دانشگاه رو تموم کردم در پراگ و فعالیت میکنم برای حقوق بشر و معلومه که خیلی موضوعاتی هست که ما رو مشغول میکنه. خانمای مهاجر، خانمای پناهجو، خانمای که خشونت دیدن در سودان. ببخشید من با عربی شروع کردم. ما میگیم یه زن بودن. یعنی يعني قمة العنصرية. العنصرية موجودة في أي مكان طبعاً سواء كانت في ألمانيا أو في دولة تانية. ما متأسفانه در حال حاضر مشکل داریم. الان به زبان عربی گفته میشه. What happens to women ever is horrible and terrible because چیزهایی که خانوما میبینن خیلی وحشتناکه. چیزهایی پیش میاد به خاطر اینی که فقط به خاطر اینی که زن هستن. داستانایی که من اینجا شنیدم یعنی آخر این روز آخر همه اینا معلوم میشه که تمام این خانوم ها زجر کشیدن فقط به خاطر اینی که زن هستن و به خاطر قانون هایی که وجود دارن. من دوباره به عربی صحبت می کنم که بتونم بهتر مطرح کنم. ذکوریت المجتمعات، ذکوریت القوانین، ذکوریت. Sorry, it's a little bit difficult for the. حالا مشکل داریم، ما نمیفهمیم چی میگن. Decide for one language, please. لطفاً برای یک زبان تصمیم بگیریم. چون برای مترجما سخته. لطفاً به یک زبان صحبت کنیم. نحن كنساء نعاني من ذكورية القوانين، ذكورية المجتمعات، ذكورية. مشکل اینه که ما در مردسالاری و یعنی مثلاً به خاطر مردسالاری مشکلات داریم و تبعیض میشیم. چیزی که من میبینم اینه که خانمای پناهجو تمام قانونای پناهندگی مخصوصاً در آلمان راجب اینه که آدم فکر میکنه، آدم انتظار داره که همه پناهجوها پناهجوهای سیاسی باشن، ولی خیلی از آدمایی هستن که زجرای دیگه ای کشیدن و مشکلات دیگه ای دیدن. مثلا در سودان ما
ما نمیتونیم لباسهایی رو بپوشیم که دوست داریم. برای ما قانون میزنم که لباس چی چه بتونیم بپوشیم و ایلا میان ما رو شلاق میزنن و خانمای سودانی خیلی زجر میکشن به خاطر این فرم از خشونت و به خاطر تبعیض. این خانوما حالا میان آلمان و دوباره خودشونو میبینن در بین قانونهایی که اصلا که در این در قانونایی که اینا اصلا دیده نمیشن و دوباره باز مشکلات جدید براشون به وجود میاد و این خانوما که میان صحبت میکنن راجع به خشونتی که دیدن، این خیلی مهمه که ما این صداها رو بشنویم و من خیلی خیلی خوشحالم که اینجا میتونم صحبت کنم و امیدم اینه که ما همکاری کنیم به عنوان فمینیست، همبستگی فمینیستی داشته باشیم و مبارزه کنیم با با دنیای خشونت انگیز و غیر من القضايا اللي هي نحن بالنسبه لنا يعني كنساء مثلا راجع به قانون سخت نه فقط وقتی که راجع به خانم هاست، همه چیزهایی که راسیستی هستن، نجات پرستی هستن، مخصوصا به خانم ها اثر، روی خانم ها اثر دارن. این جلو یه سال بود، اینجا هم دوتا دیگه هستن، بعدش متاسفانه دیگه باید این پنل رو ببندیم، ببخشید. خیلی ممنون بابت صحبتاتون. من یه سوال دارم به مای. مای، همکاری بین ویتنامی ها، خانوم های فعال ویتنامی و چپ های آلمانی و جنبش های زن ها چه شکلی صورت میگیره و همینطور با خانوم هایی که سفید نیستن و مهاجر هستن، سیاه هستن، پی او سی هستن. باید به تو خیلی رو راست بگم که شرایط اصلا خوب نیست. ما خیلی کم همکاری داریم، ما خیلی کم آدمایی داریم که در پابلیک صحبت میکنن و من نقد دارم به این همیشه. کامیونیتی ویتنامی در آلمان خیلی بخشای زیادی داره. یه سری بچه های کمونیست ها هستن و کارگرهای قراردادی پیشین هستن. یه سری هستن کسایی که بهشون میگن بوت پیپل، کسایی که از دولت کمونیستی فرار کردن که پرو آمریکا بودن و یک زندگی ما خیلی سفت زیر کنترل خیلی سفت و سخت داشتیم و مبارزه باید میکردیم بر علیه دولت و آدمایی که مثل ما فکر نمیکردن و بنابراین فرهنگ ویتنامی ها اینه که همیشه لبخند بزنین، همیشه خوش اخلاق باشین، همیشه مهربون باشین که هیچکی به ما خشونت وارد نکنه، با ما بد رفتار نکنه، ولی همه فکر میکنن که میتونن با ما بد رفتار کنن به خاطر اینی که ما قیافمون اینی که هست. Einschränkungen
wir haben also wirklich wir können ich kann dir überhaupt keine nennenswerte تمام مشکلاتی که داریم اصلا نمیتونم برای تو هیچ جنبشی تعریف کنم که سفت و سخت کار کنه. اگه این آتش سوزی پیش نمی اومد ما هیچ وقت انجمن و حتی تشکیل نمیدادیم. ما یاد گرفتیم که سر خود کار نکنیم، رفتار نکنیم و مبارزه نکنیم و اکثریت همین کارو کرده. خب به من علامت دادن که اینجا ما باید تموم کنیم. ما هنوز میتونیم توی دوره های شخصی صحبت کنیم، به خصوص به خاطر اینکه غذا بخوریم، به خاطر مترجمان با باید اینجا استراحت کنیم. خیلی ممنون هستیم از شما. از شما دو نفر تشکر میکنم. خیلی ممنونم که صبر کردید.